سلام، من بیتا آذری با برنامه دیدگاه همراه شما هستم. رسانه‌های ایران از 700 هزار مورد سقط جنین در کشور خبر داده و گزارش کردند که تنها 10% از این میزان سقط جنین به روش‌های قانونی انجام می‌شود. آمارها نشان می‌دهد میزان سقط جنین از 80 هزار مورد در سال 74 به 700 هزار مورد در سال جاری رسیده است. آمار بالای سقط جنین در ایران در حالی گزارش می‌شود که مقام‌های جمهوری اسلامی از جمله علی خامنه‌ای بر ضرورت فرزند آوری تأکید دارند. آقای خامنه‌ای در بند دوم از ابلاغیه 14 ماده‌ای اردیبهشت 93 خود از رؤسای قوای سگانه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام خواسته بود که افزایش فرزند آوری را در دستور کار خود قرار دهند. ابلاغیه‌ای که رسانه‌ها از آن با عناوینی چون دستور حکومتی افزایش فرزند آوری یا تعیین ضرب العجل رهبر ایران برای ازدیاد فرزند یاد کرده بودند. 3 سال پس از این ابلاغیه، محمد باقر لاریجانی، معاون آموزشی وزیر بهداشت، در سال 96 اعلام کرد که سالانه بین 300 تا 500 هزار سقط جنین غیرقانونی در کشور انجام می‌گیرد. در این برنامه دیدگاه همراه با نسرین افضلی، پژوهشگر و کارشناس ارشد مطالعات زنان از آمریکا، دلایل رو آوردن شهروندان به سقط جنین و تبعات انجام این عمل به روش‌های غیرقانونی را بررسی می‌کنیم. خانم افضلی، بحث سقط جنین در ایران تازگی نداره، در دورهای مختلف طرح شده. چرا الان آمار سقط جنین این اندازه بالا رفته؟ 2 تا از دلایل اصلی افزایش سقط جنین در هر جامعه میتونه بستگی داشته باشه به آموزش جنسی و آموزش روش‌های پیشگیری از بارداری و ایجاد امکانات پیشگیری از بارداری که ما در هر دو این زمینه‌ها با افول شدید مواجه بودیم در سال‌های اخیر، از وقتی که حکومت ایران تصمیم گرفتش که به سمت افزایش جمعیت پیش بره و به صورت چکشی و اجباری یک سری از تسهیلاتی که برای شهروندان و برای زنان وجود داشت رو حذف کرد و اونا به سمت این رفتن که بارداری های ناخواسته داشته باشن و بنابراین بارداری ناخواسته در بیشتر اوقات به سمت سقط جنین میره. خانم افضلی، در مقابل اخبار و آمارهای سقط جنین شاهدیم که دولت روش های پیشگیری از بارداری رو هم محدود میکنه. علت این کار چیست به نظر شما؟ بله، برای اینکه حکومت متوجه شده که ابزارهای حالا تبلیغاتی روی اینکه بچه بیشتر داشته باشین تاثیر زیادی روی افراد نداره. گفتن اینکه ائمه توصیه کردن که بچه زیاد داشته باشین یا گفتن اینکه ما نیاز به جامعه اسلامی بزرگتر داریم و همه اینها در واقع تبلیغات ایدئولوژیک روی مردم تاثیر نداره به 2 علت. یکی اینکه نگرش افراد در واقع تغییر کرده نسبت به سطح رفاه خودشون و فرزندانشون، و دوم اینکه به امکانات اقتصادی هم امکان این رو نمیده حتی اگه فردی علاقه بچه هم داشته باشه. بنابراین وقتی میبینن که این تبلیغات اثر نداره به سمت این رفتن که به صورت اجباری و با حذف کردن روش هایی که کمک میکرد برای پیشگیری از بارداری مردم رو به سمت بارداری سوق بدن. خانم افضلی، در پیشگیری از بارداری با این محدودیت هایی که شما گفتین مواجه هستیم، در سقط جنین چه راه های قانونی پیش روی افراد هست؟ ایران جز معدود کشوری هستش که تقریبا میشه گفت 100% سقط جنین غیر قانونی هست و تبعات شدید قانونی داره. کشورهای مختلف دارن به سمت این میرن که سقط جنین رو آزاد کنن، برای اینکه آمار نشون میده که اگه سقط جنین ممنوع باشه در تعداد سقط جنین تأثیری نداره، ولی سقط جنین ها رو ناامن میکنه و مشکلات زیادی برای زن و برای خانوادهش و برای کل جامعه به وجود میاره. ولی در ایران سقط جنین ممنوع هست و راه های خیلی محدودی وجود داشته در طول سالها که فقط در صورتی که خطر مرگ برای مادر وجود داشته باشه یا اینکه بچه 100% اطمینان وجود داشته باشه که بیماری خیلی مشکل و حادی داره، این امکان برای سقط جنین به اون زن داده بشه. ولی بعد از سیاست‌های جدید حکومت برای افزایش جمعیت ما می‌بینیم که همون راهکارهای بسیار محدود هم باز محدودتر شده و طوری شده که تقریبا میشه گفت امکان ناپذیره، یعنی کسی نمیتونه از اون استفاده بکنه و اینکه کیس‌های خیلی خیلی محدودی رو شامل میشه.
و خیلی از اونها که حتی شامل اون موارد قانونی میشن از نظر وقت کم میارن برای اینکه بتونن اثبات کنن. یعنی ما همون مواردی که در قانون گفته شده رو در بچه دیده میشه یا در مادر دیده میشه، ولی تا بخوان این از پروسه بروکراسی رد بشن و اینو اثبات کنن زمان میگذره و اون موقع دیگه غیر قانونی میشه، چون تا یک سن خاصی که جنین داره میشه سختش کرد. و در مقابل روش های غیر قانونی سقط جنین کدام ها هستن که در دسترس افراد قرار دارن؟ روش های غیر قانونی خیلی زیاد هستش، انواع مختلف هست و بستگی به سن، یعنی در واقع اون طول مدتی که جنین به وجود اومده داره. در روزا ماهای اول با سری قرص ها میشه این کار انجام داد، کمی دیرتر با روش های تهاجمی تر، و اینها از طریق ماماها، دکترها که به صورت غیر قانونی اینا رو انجام میدن و به صورت زیرزمینی انجام میشه. ولی بعضی از قرص‌ها هستش که دکترها به زن‌ها میدن و فقط دستورالعمل رو بهشون میدن و اونا میفرستن خونه و میگن وقتی که به خونریزی افتادی میتونی بری دکتر و بگی مثلا این سقط طبیعی، یعنی به صورت خود به خود اتفاق افتاده. اون موقع اون پزشکی که اون زن رو میبینه به رو خودش نمیاره که این خودش دست به این اقدام زده و کمک میکنه که زن سقط جنین کنه. خانم افضلی، آیا آماری داریم یا مشخصه که بیشتر چه کسانی به سقط جنین رو میارن؟ آمار که مقدار سخت به دست آوردنش، ولی برخلاف تصور عامه که فکر میکنن که افرادی که روابط جنسی آزاد و متعدد دارن سقط جنین میکنن، اتفاقا معمولا زنای متعهل هستن که اتفاقا بچه هم دارن و اینطوری نیستش که کسایی باشن که از بچه متنفر باشن. طرف بچه داره، اتفاقا به خاطر بچه‌ای که داره میخواد اون بچه زندگی بهتری داشته باشه و بچه جدیدی نیاد، یا در واقع زندگی مالی خوبی ندارن. و اینها اکثرا تا جایی که به هر حال همون آمار غیر رسمی ما میبینیم زنهای متأهل هستن که خودشون و شوهرشون هر دو موافق هستن با این کار. سیاست‌های سختگیرانه دولتی چقدر شهروندان رو به سمت روش‌های غیر قانونی سقط جنین سوق میده؟ ببینید، سقط جنین یک عمل بسیار خطرناک است، تبعات خیلی زیادی داره، تبعات جسمی، روحی، اقتصادی. چون حتی می‌بینید که سقط جنین غیر قانونی هم 5 میلیون حالا قیمت الان که حتما بالاتر رفته، که برای خانواده معمولی هم خیلی چیز ساده‌ای نیست. من برای هیچ کسی علاقه‌ای نداره که سقط جنین انجام بده و حتما یک اتفاقی افتاده، یک اتفاق یعنی بدونه که دست خود طرف باشه، بدونه که خودش خواسته باشه، ناخواسته هستش. و این اگه که روش‌های قانونی وجود داشته باشه، هم ریسک مالیش کمتره که طرف مطمئنه و هر یه دکتری داره این کار انجام میده که میتونه حالا تضمین کنه این درست بودن و درست انجام شدن عمل رو، هم جون اون زن تضمین میشه، همین که به هر حال تبعات جسمی کمتری داره. و هیچ زنی و هیچ انسان عاقلی در واقع وقتی میتونه بره به یک پزشک متخصص که بشه بعدا تحت پیگرد قانونی قرارش داره، وقتی بتونه به اون دسترسی پیدا کنه، هیچ وقت نمیره به طرف کسی که ممکنه پس فردا حتی اسمش هم ندونه و ندونه کجا بتونه پیداش کنه اگه اتفاقی برای خودش یا در آینده بیفته. بر این اساس خانم افضلی، آیا سقط جنین غیر قانونی تبعات قانونی برای افرادی که این کار انجام میدن به دنبال داره؟ بله، تبعات قانونی داره. در قانون براش مجازات پیش بینی شده، به خصوص برای اون پزشک. فردی که در واقع سقط انجام داده، یک دیه ای هستش که در واقع مادر به پدر میده، یک چیزایی هستش که یه مقدار فرمالیته است و بعد هم پیدا کردن اون افراد کار ساده ای نیستش، ولی بیشترین مجازات رو اون پزشک متحمل میشه. و بعد از این تغییرات سیاست‌های اخیر تا جایی که میدونم حتی این مجازات بیشتر هم شده. خانم افضلی، به نظر شما چه آسیب هایی از روش های غیر قانونی سقط جنین متوجه شهروندان خواهد شد؟ ما مرگ و میر زیادی میبینیم در این زن ها متاسفانه، یعنی ریتش، نرخ مرگ و میر زن هایی که سقط جنین غیر قانونی انجام میدن خیلی خیلی بیشتر از زنایی هستش که سقط جنین قانونی انجام میدن. برای اینکه نیاز به تکنسین بیهوشی هست در خیلی از موارد، نیاز به دریافت خون هست، زن خون زیادی از دست میدن و کسی که این رو به صورت زیرزمینی انجام میده این امکانات رو نداره و این زنا حتی اگه جون سالم به در ببرن در بلند مدت دچار کمخونی های شدید میشن، دچار تراما میشن. این تراما میتونه برای کل عمرشون ادامه پیدا کنه. برای اینکه با روش های خیلی خشن با اینا برخورد میشه، چرا نظر در واقع به عنوان یک فرد گناهکار باشون برخورد میشه، که اینها همه تاثیرات منفی داره و نه فقط روی این زنا، روی خانوادهشون، روی بچه هایی که اون زن از قبل داشته و روی کار اون زن، و به طور کلی میشه گفت اینا همه تبعات منفی رو کل جامعه داره. بسیار سپاسگزارم از شما نسرین افضلی، پژوهشگر و کارشناس ارشد مطالعات زنان از بوستون آمریکا.
برای همراهی در این برنامه دیدگاه از شما سپاسگزاریم.